به نام آن که جان را فکرت آموخت. عرض سلام دارم، ادای حرمت دارم حضور یکایک از شما بینندگان عزیز برنامه نوبهار که از امید 24 از شبکه جهانی در سرتاسر جهان از اینجا تورنتوی بزرگ تا افغانستان عزیز بیننده و شنونده هستید. همواره سپاسگزار بودیم، منتگزار بودیم و همواره مدیون لطف بیکران شما بیننده ها بودیم. رهنمودهای شما و پیشنهادهای شما و نقدهای آموزنده شما همواره بر سر چشمان جا داشته و امیدوار هستم که با امی منوال، با امی روال، با امی بستر بسیار پرمحبت فرهنگی ما بتانیم حضور شما و هم در بحثای سیاسی و هم در بحثای فرهنگی ما بتانیم مستر خدمت حضور شما شده باشیم. ما زیادتر از مقدمه و از سرآغاز و دیباچه میکاهم و میرم به اصل مطلبی که امشب حضور شما به عرض میرسانم که از بخت رسا و از خوشبختی تمام همیشه جامعه فرهنگی تورنتو ارمغانهای بس بزرگ، ارمغانهای بسیار ارزنده و از کارشناسان عام از فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و مذهبی بوده و این خانوار بزرگ فرهنگی آنتاریوی بزرگ یا تورنتو و در مجموع کانادا همواره خیر مقدم گویان حضور چهره های پر ارزش و مؤثر را و آنانی که خاصتا در بستر زمان و در جوانی و میانسالی باعث افتخار میشن و افتخار میآفرینن. ما در امشب در این برنامه با خود دوست بسیار گران ارج، جوان بسیار کوشا و محقق، نویسنده، صاحب اثر، دانش آموخته علوم سیاسی که چشم جهانبین خود در کابل کشوده و در هرات به اتمام دوره تحصیل پرداخته و از دانشکده حقوق و علوم سیاسی فارغ شده و در دستگاه دیپلماسی کشور هم همکار بوده، پروگرام های درسی 3 ساله دیپلماسی را در کوتاه مدت در کشورهای بلغاریا و جرمنی موفقانه به اتمام رسانیده و ماستری اول خیش را در روابط بین الملل از امریکا به دست آورده و فعلا در مقطع ماستری دومشان در رشته روانشناسی در کانادا می باشند. در بخشهای دین، فلسفه، روانشناسی، روابط بین الملل مطالعات دارند، اما بیشتر دل در گرو عرفان کلاسیک بستن و تأملات و تدبرات بر روی آثار سنایی بزرگ غزنوی انجام داده. 3 عنوان کتاب در کانادا منتشر شده که صورتگر رمز و اسرار معنوی است، جلوه‌های حکمت در اقلیم حکیم غزنه است و در سپهر اندیشه های سنایی متأخر آثار صوتی داره و شرح سنایی غزنوی را در کانال‌های تلگرام موجود است. بر آثار مولانا عبدالرحمن جامی درس گفته های داره. به امی صورت واقعا باعث افتخار است، خصوصا در عرفان کلاسیک ما و در بخش های روان شناسی و روان پژوهی که کمتر ما کارشناس و متخصص داشتیم. امشب ما جناب فرهاد روئین نویسنده را پژوهشگر در استودیوی امید 24 در برنامه نوبهار خیر مقدم عرض میکنیم. تشکر از بسنده است آقای روئین، شما خواهش میکنم بخش مردم بزرگواری شماست. خوشحال هستم که در خدمت شما قرار دارم. ابتدا میخوایم عرض سلام داشته باشم خدمت شما، همکاران تکنیکیتان در امید 24 که واقعا یک امید به دلهای هموطنان ما در اینجا زنده کردن، به خاطر رشد و فرهنگ و تالی کشور کوشا هستند و از این طریق به بیننده های نهایت گرامی تلویزیون وزین امید 24 تقدیم میکنم. شما خیلی لطف فرمودین، ولی در
این مقطع زمانی که من و شما زندگی میکنیم، حالا امکانات به همه موجود است، مخصوصا ما که در غرب در این طرف آبها زندگی میکنیم، چنین زمینه های مساعد است و باید او کوشایی و او اصلیت فرهنگی خود ما همیش مد نظر داشته باشیم. درست که ما در این طرف آبها میاییم با یک سری مشکلات و چالش های مهاجرت و بعضی قبیل مواجه میشیم، ولی بعد از مدت زمان وقتی که همه راه ها بر ما گشوده است، بهتر است که در این وادی علم و فرهنگ قدم بزنیم. و من کوشش کردم در دیار غربت و چی در داخل به نحو به فرهنگ بسیار ستبر افغانی و افغانستان یک گام مانده باشم و به می ترتیب طوره که آقای فرمولی بسیار بزرگواری کردن، ما ابتدا تدبرات و تعاملات دراز آهنگ طول چند سال به آثار صنایع پرداختم و بعدا به مولانا جامی خاتمه یافت. تشکر آقای روین. من هم میفهم که با این همه دست داشته ها و این انباشته ها و این اسناد و مدارک من از کجا آغاز کنم؟ 45 دقیقه برنامه هم کافی نیست. بنابراین امیدوار هستم ما در دو بخش کاستی های اگر بگویم، کمکاری های اگر بگویم، در همی جهان بیرون مرزی از دیر باز به این طرفی که 30 سالی که در همی بستر مهاجرت نفس کشیدیم و همی به اصطلاح خدمتگار فرهنگ بودیم، ما زیادتر در دو بخش کمبود احساس میکنیم، خاصتا در بخش مسائل امی که شما در بخش مسائل فرهنگی بگویم یا بخش های معنوی بگویم یا امی بخش های عرفانی بگویم و هم عرفانی کلاسیک بگویم، آنقدر سن و سال که جوان ما بتانه با او زبان خود عرفان مولانا را و عرفان جامی را و عرفان صناعی را درک کنه بسیار مشکل است که از کتاب های فارسی دری استفاده ببره. بنابراین اینا دور ماندن از این قافله معنویت به هر ملحوظی که هست و یک عده میان سال یا بزرگ سالی که ما از افغانستان آمدیم همین هستن که برگه های مولانا را زیر رو می کنند و برگه های صناعی را بالا و تا می کنند، ولی به کنه امی عرفان، امی معرفت و امی عرفان کلاسیک آنقدرها کار بسندی که سزاوار بوده نشده. بنابراین امیدوار هستم که امی مشعله که شما افروختیم و امی امیدی که شما بیاین یک کم سر عرفان کلاسیک و که عرفان میتونه مدرن هم شوه یا تنها در بخش کلاسیک باقی بانه، یکم از شما میخوایم بشنوم. خواهش میکنم. سوال بسیار خوبی را شما مطرح کردین. چرا ما در این فصل و زمان ما به عرفان کلاسیک میپردازیم؟ آیا ربط و نسبت عرفان کلاسیک با عرفان مدرن داره؟ خوشبختانه هفته قبل ما در یک نقد و بررسی کتاب عرفان مدرن دکتر دباغ بودیم و همین مسائل مطرح شد. اگر ما یک اشاره بسیار مختصر و موجز به مسئله عرفان کلاسیک داشته باشیم، میبینیم عرفان کلاسیک همزاد با مسائل فرهنگی ماست و بیشتر عرفان کلاسیک ما در چارچوب عرفان اسلامی میبینیم، یعنی از بعد به زمان رسیدن اسلام بعدن عرفای ما به نحو این در کنار بال شریعت با بال طریقت هم پروازهای جرف را داشتن. شما حالا اگر عرفان کلاسیک از زمان ابوالحسن خرقانی، ابو سعید ابوالخیر گرفته تا بسطامی و بعدن میاییم به وقت صنایع و اینها، میبینیم که یک پیشینه بسیار عمیق در عرفان اسلامی خراسانی، خراسان به مفهوم امو خراسان بزرگ که در برگیرنده کشورهای مختلف می شده ما داریم، ولی عرفانی که با عرفان عابدانه و زاهدانه شروع شد به عرفان عاشقانه ختم شد. و گرچه
محققین تحقیق کردند که عرفان با او دو بیتی های بابا طاهر همدانی و همچنان در نصر امام در نصر احمد غزالی برادر امام محمد غزالی به عرفان عاشقانه پرداختن، ولی از نظر محققین مثل آقای شفیع کتکنی و دیگران عرفان عاشقانه را شما در مخصوصا در مثنوی سرایی و در نظم از سنایی شروع میکنین، یعنی سنایی نقطه عطف این نوع ژانر ادبی است که در او عرفان عارفانه عاشقی را میبینین که بعدها خاقانی و نظامی تا مولانای بلخ به او قدم میمانند و مولانای بلخ و عطار و دیگران خود پیرو رای سنایی بزرگ میدانند. نمو مطلعی که همیشه ما در صحبتایم دارم که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم، اینجا مولانا به شکل خود پیرو رای او بزرگوار نشان میده. پس ما میبینیم یک عرفان ستبر ما در پس پشت داشتیم و فراموشی از او به نظر ما زیان است، یعنی تعبنا مانده شده. حالا در روزگار پرتلاطم کنونی ما چگونه میتونیم از این عرفان استفاده کنیم؟ آیا عرفان به کلمه به مفهوم عام کلمه مدرن شده میتونه؟ بله، در این مورد هم خوشبختانه کارهای صورت گرفته. به می دلیل هم کتابایی که من نوشتم بیشتر اگر قبلا به یک نحو شرح و تفسیر میکردن، من خودم نه شارع و نه مفسر این نوع اشعار میدانم. این نوع اشعار در دل خود او پیام را داره که هر خواننده به مو تجربه زیسته خود میتونه از او استفاده کنه، خوشبختانه به این شکل، یعنی تنها در فهوای کلام از او نمیچسبیم و یا به فرمودی بزرگوارا مثل عطار و مولانا و سنایی حتی گاهن شعر یا الفاظ به خاطر بیان او کلماتی که در درون انسان میگذشت کمبوتی میکنه. حالا عرفان امروز به هر کس، اگر دکتر است، انجینر است یا هر شغل دیگه داره، میتونه در کنار او شغل خود یعنی سلوک معنوی را هم داشته باشه. حتی ماهایی که در غرب زندگی میکنیم میبینیم امروزه بیشتر به مسائل معنوی پرداخته میشن و به می خاطر هم میبینین خودشناسی و یا با خود بودن یا خیشتن شناختن ما در او عرفان ستبر کلاسیک خود میبینیم. یک کسی من سالک امروزین چطور از استفاده کرده میتونیم؟ با توجه به او حکمت هایی که در او زمان بوده، مثلا شما مثنوی معنوی را باز میکنین پر است از حکمت، پر است از رمز و رازهای زندگی که به خاطر تعالی فرد و رسیدن به او قله بلند معنویت می انجامه. و امروزه تماما دانشایی که در بحث اجتماعی بررسی میشه فقط فرد چطور بتانن متعالی بسازن. حالا اگر ما به بحث روانشناسی بیاییم، بحث های روانشناسی به نحو با بحث های عرفانی ما یک نوع رابطه دیالکتیکی داره. ما میتونیم با عرفانی که در فرهنگ ما و در کشور ما بالیده و خواستگاهش و برخواستگاهش اونجاست، میتونیم در روزگار کنونی هم از او استفاده کنیم. ممکن. چقدر با گفته آقای دکتر سروش موافق هستین که میگر من تمام داشته های خود را یا بگویم باورهای خود را بیشتر از معرفت گرفتیم تا فقاهت؟ بله، من با آثار آقای سروش خوشبختانه آشنایی تام دارم، تقریبا تمام آثار شخاندیم و خوشبختانه یکی دو بار با هم دیدیم و خیلی کوتاه در حاشیه صحبت ها ما یک بحث در مورد امام غزالی داشتیم. اونا بیشتر شیفته امام غزالی هستند و با مولانا فرموده خودشان بدون مولانا هم یک قدم زدن به هم ناممکن. صرف وقتی مولانا بله یک فیلسوف است و در واقع یک عارف است و به مو خاطر این عرفان مدرن در روزگار کنونی هم خودش و هم پسرشان که آقای دباغ دوست نزدیک ماست و ایشان هم در این مورد تدبرات و تعاملات دراز آهنگ دارن، خواسته این فاصله که بین عرفان کلاسیک و عرفان مدرن ما داریم این فاصله را کم کنه و یا در میان از اینا قدم بزنه. حالا بعض بحث هایی که در عرفان کلاسیک وجود داشته امروز شاید خیلی به درد بخور ما نباشه، منتها بعض مسائل خودشناسی، خداشناسی، بحث عشق، حکمت اینا رو ما میتونیم بگیریم و هر فرد از مو تجربه زیسته خود
میتونه به او پیش بره. و آقای سروش هم به می ترتیب، چون اونها بیشتر از غزالی متاثر هستند، از غزالی نقل است، کسایی که غزالی را خواندن. خوشبختانه ما تقریبا تمامی آثار غزالی آشنایی دارم و خواندیم. امام غزالی کسی بود که در عمر کوتاهش بیشتری نکار کرده، حتی بین 75 تا 80 کتاب در او زمانه نوشته کرده. حالا او در تمام علوم سرآمد بود. شما می دانین که امام غزالی یک ریاست به مفهوم امروز کلمه دانشگاه را هم داشتن، ولی آخر کار می انجامه به بحثشان به عرفان. یعنی آخرین مکانی را که اونا می خواهند ببینن که چطور یک شخص و یک فرد به او جایگاهش میرسه، عرفان است. به می خاطر هم در هر علمی که او میخواست نقد وارد کنه، مثل امروز نبودن نقدهایش مبتنی بر اصول نباشه. اول او علم فرا میگرفت، باز در قبالش قد علم میکرد. مثلا یک مثال اگر از امام غزالی بگیم، امام غزالی وقتی که به فلسفه پرداخت، فلسفه بیشتر از طریق فارابی و ابن سینا به کشورهای اسلامی آمده، در اونجا اول رفت به مفهوم عام کلمه خودم ملا ساخت، یعنی تماما فلسفه را زیر و زبرش خواند. بعدا کتاب تحافت الفلاسفه را نوشت، یعنی تناقضگویی فلاسفه. و چنان از مو علم فلسفه چنان ضربه کوبنده به مو گفته خودش به فلسفه یونانی و تبع از او فلسفه ابن سینا و اینا وارد کرد به زعم خودش، که دیگران بعد از او حتی مزرب شستش تا امروز هم آشکار است. گرچه که ابن رشد بعدا آمد تحافه را در مقابل کتاب غزالی نوشت، ولی او جایگاهی که امام غزالی به او برچسب های زده بود و فلسفه را آورده بود که در ای علم و یا در دیار اسلامی او قدر رونق نداره، نتونست جایگاهش بگیره. و ثنایی هم با غزالی آشنایی داشته، چون در تمام آثار شما میبینین، گرچه که به عقل ارج مینه، ثنایی عقلگراست. حتی یک باب داره در حدیقه الحقیقه که شامل ده باب است، باب کلانش در مورد عقل است، ولی عقل در مقابل عشق، یعنی همو عشق عرفانی، ناچیز میدانه. کمایی که مولانا هم در اون مورد بحثایی داره و همچنان عطار دیگر. بله، بحث عرفان عاشقانه که بسیار دلپذیر است و بسیار دلنشین است، چقدر شریعت با این سر سازگاری خواهد داشت؟ تناقضایش هم میبینیم هر روز. بله بله، خوشبختانه صنایع امروز که بیشتر، ما چون در مورد صنایع بیشتر تدبر کردیم، طوری که در گذشته هم گفتیم، ما از مولانای بلخ به صنایع رسیدم. اول چون ما و شما تماما در خانه ها و در فامیلای افغانی لااقل مثنوی مولانا و حافظ شیرازی یعنی بوده. بعدا ما وقتی که به مولا به صنایع آمدیم، صنایع در این مورد عرفان عاشقانه را میپذیره که در او مسائل کلان یعنی ذاتیات اسلام مراد شده باشه. یعنی صنایع با در چند مورد عرفان یا هر چیزی که باشه او را کم میشماره. یکی در مورد خداشناسی است، یکی در مورد پیامبر، که بسیار هم صنایع و هم امام غزالی اینا عرفان عابدانه داشتن، یعنی خوف خداوند همیش بوده و با بال شریعت و طریقت اینا میپریدن. میگن در کنار شریعت شما طریقت داشته باشین، نه به اون شکل که مثلا منصور حلاجی دیگر آمد که جان خدا دور را دست دادن به خاطر که اونها حرفای نامتعارف میگفتن. این دو عزیز مخصوصا در این مورد شریعت پیش چشم خود داره و در مسائل شرعی در ذاتیاتش اصلا هیچ چیز قابل مقایسه نمیتونه. به می خاطر عرفان عاشقانه از اینا عرفان است مبتنی بر عقل و عمو داشته های اسلامی ما. بله. گرچه که با مولانا بعدن عرفان عاشقانه اوج میگیره، چنان اوج میگیره که امروزه در مغرب زمین حتی از استفاده میکنن. واقعا وقتی دیدم که در مورد مولانا بعضی از فقهای ایران خورده گرفتن بر اشعارش، بر ستیزه جوییش، بر بعض پرخاشگری هایش، بعض صدا بلند کردن هایش، همونطور که حضرت سنایی بر مسلمانی
مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی از این آیین بیدینان پشیمانی آل از امو خاطر صنایع امروز هم که بزرگ میدارن میبینن که از این وضع دین از این وضع مذهب چی استفاده های ابزاری شده و فقاهت چی بیداد میکنه در سر تا سر جهان. از او خاطر زیادتر معنویت را پسندیدن که درهای باز داره، حد و مرز نداره. یعنی شما به نمرتد میشین، حضرت ابن سینای بلخی را شما میبینین که به واضح گفت که امی ما اگر کافر هستم اگر عزیزتم اگر عزیزتم، ولیکن افتخار کرد به می. بله. این بحثا و این تناقضا همیشه بوده. چقدر عرفان اسلامی با عرفان غرب میتونه آشتی بکنه در بعض مواقع؟ بحثی که امروز در عرفان مدرن مطرح است، یعنی کار میشه سرش، البته به اون پیمانه که باید کار شوه کار نشده. یکی از بحثایش همیست که باید عارف امروزی یا هر کسی که در این عرفان مدرن قدم میمانه گشوده باشه به امر متعالی و گشوده باشه به جهان. سالک امروز یگانه تفاوتش با سالک پیشینی بوده که با این دنیا، با سیاست ورزی، با مسائل حقوق بشری، با مسائل ارزش‌های معنوی و دستاوردهای بشر سر سازگاری داره و گشوده است. و یکی از اون مؤلفه‌های عرفان مدرن همی است که از دل عرفان سنتی بیرون آمده. گرچه که در مورد عرفان سنتی هم ما صنایعی و کسان داشتیم که قد علم کردن. صنایعی از جمله کسانی است که به امر سیاست دقیق پرداخته. زمانی که از غزنه به بلخ تشریف میبرند، در بلخ اولین اثرشان که مثنوی کارنامه بلخ نامش ماندن هست، در او شما پررنگی های مسائل اجتماعی حتی نقد دینی را در او شما میبینین و مسائل سیاسی خیلی برجسته است. از حکام ظالم گره خیلی شکایت میکنه، بحث عدالت که سرمنشه تماما خوشبختی هاست او را پیش میکشه و زایدان ریاکار و همچنان از کسان فقیهانی که در لباس فقاهت آمدن جامعه را به طرف آشوب اینا میبرن سخت انتقاد کرده و بر خورده گرفته به حاکمان وقت، ولی از حاکمان غزنه گرفته تا حاکمان سلاجقه. حتی یک نامی که در 17 نامه صنایعی که مکاتیب صنایعی مشهور است و ابن مسعود نوشته و جور اونو پادشاه ها یا حاکمان ظالم سلاجقه گفتن. شما میبینین به نحو اونا گوشیده بوده، ولی امروز ما مفاهیم اخلاقی ما، مفاهیم حقوق بشری ما، اینا دستاورده است که چشم پوشیده نمیشه. باید یک عارف یا کسی که در این را گام میمانه خیلی گوشیده باشه به این امر متعالی، به امر حقوق بشری و به امر سیاست و خردورزی و تکنولوژی باز باشه. تشکر آقای روین، واقعا بسیار جالب هست و اثرهای شما که در پرده تلویزیون میبینین بینندگان عزیز، اگر کسی علاقمند باشه به این آثار از کجا میتونه به دست بیاره؟ بله، خوشبختانه من این کتابایی که اینجا منتشر شده در خود تورنتوی کانادا منتشر شده از بنیاد سهروردی همکاری کردن و اینا در وبسایت لولو موجود است. دوستانی که خواسته باشن، چون وبسایت لولو تنها وبسایت بود در وقت که من اینا رو منتشر می ساختم که او فونت فارسی را اجازه می دادن و هر کس که در امریکای شمالی باشه و در اروپا باشه وقتی که آردر می کنن در بین 2 تا 5 روز برشان می رسن. بسیار خوب. نگفته نمونه که من اولین باری که جناب روین شرف افتخار آشناییش حاصل کردم در کاروان شعر بود. بله. که کاروان شعر از اینا دعوت کرده بودن و زمینه ساز امی معرفت شدن و کاروانیان زنده باشن که امت استعدادها را پیدا میکنن و به جامعه معرفی میکنن و از اینا همه میتونیم استفاده اعظمی ببریم. اگر فرصتی یک وقفه کوتاه باشه میریم به یک وقفه و دوباره برمیگردیم.
با عرض سلام دوباره و ما وقت معلومات ها و دستاشته های معنوی آقای روی نمیبینم غبطه میخورم کاش فرصت های مساعد شود و یک دید و بازدید کنفرانس دایر شود که در اونجا آقای روین بیشتر ما را مستفید بسازد. و آقای روین، بحث های معنوی و معنویت و معرفت یک نوشداروی بسیار جالب و جاذب بوده در کشاکش حیات مادی بگویم غرب یا حیات مادی همین دنیای سرسام آور، یک مسکن بسیار خوب، یک از نگاه روانی، از نگاه روحی و تأثیرات شگرفی که کرده و میکنه در همین جهان پرتلاطم تکنولوژی و سود سرمایه، رد پای زیره، رخنه های زیره چطور میتونیم باز کنیم؟ بله، سوال بسیار خوب، به دلیل از این که من خودم هم در عرفان تا حدود به مو اندازه وس خود کار کردیم و هم خوشبختانه اخیرا در مسائل روانشناختی یا روانشناسی هم تدبرات داشتم و خوشبختانه درس در این مورد ادامه میتونم در مقطع ماستری. یک رابطه بسیار قوی شما میتونین با عرفان و با مسائل روانشناسی امروز ببینین، چون مسائل عام روانشناسی یکی از مفاهیمش ایست که چطور شما به معنای زندگی دید داشته باشین. امروز چی در غرب، که بیشتر در غرب ما در عصر تکنولوژی و این سرخوردگی ها برمیخوریم، تقریبا مفاهیم یعنی معنای زندگی کم کم بیمفهوم شده، یعنی هر کس به نحو پشت معنای زندگی میگرده و شما این معنای زندگی را در عرفان کلاسیک هم میتونین جستجو کنین، در عرفان امروز، و یک بحث داغ کلان روانشناختی است که در این مکتب حالا از فروید که پدر علم روانکاوی و روانشناسی میگن آمده تا آدلر پرداختن، ولی فرانکل کسی است که در این مورد به نام لوگوتراپی یا معناشناسی یا معنادرمانی یک مکتب ایجاد کرده. فرانکل کسی است که در جنگ دوم جهانی در وین استاد بود در دانشگاه، بعدن چون یهود بود ای را در زندانهای مخوف نازی ها بردن و در اونجا قلیل ترین امکانات برشان بود، تماما فامیلش، خانومش، کسایی که وابسته بودن تماما دست داده بود، تنها فرد خودش باقی مانده بود، هیچ نوع امیدی به زندگی نداشت و پیش چشمش میدید که دسته دسته جوخه جوخه از هم زندانیا و هم سلولی هایش می بردن، به هیچ چیز باقی نمانده بود، ولی تنها چیزی که گفته خودش او را سر پا نگاه داشت همو امید، که تلویزیون امید هم خوشبختانه از یک واژه بسیار خوب گرفته شده و اونم معنای زندگی بود. میگه اگر این دو یعنی معنای زندگی و امید به من نمی بود، قطعا من از زندان بیرون بدر نمی آمدم. بعد از اینکه از زندان بیرون می آید، اینمی مکتب لوگوتراپی یا معنا درمانی یا معنا شناختی را بنا می کنه و این برگرفته شده تجربیاتش است و او میگه که حتی من زندانی که به هیچ نوع امکانات ابتدایی انسانی دسترسی نداشتم، تانستم در اونجا به خود افکار خلق کنم، حتی جایی میشه به خاطر از اینکه سخن گفتن فراموشش نشه اشخاص تخیلی به خود خلق میکرد، مثل رمان نویسا واره، و مفهوم و معنای زندگی را دست نداد و اون مکتب از اون مکتب شد که امروزه در بحث اینمی روانشناسی یک بحث کلان است. انال شما اگری رو بیارین یک پیوند به عرفان کلاسیک ما بدین، عرفان کلاسیک هم بیشتر در خود بودن و خود اندیشیدن میگه، یعنی خودشناسی را کمو یک مفهوم عام بساب دینی هم ما داریم که خودشناسی به خودشناسی ما را میرسانه. خودشناسی چی شکل است؟ که شما او جوهری داخلی خود بشناسین و مولانا الحق در این مورد خیلی گفته که چطور شما میتونین تماما دنیا را در وجودتان داشته باشین، شما پس دیگر نگردین. و امروز ها روانشناسان مثل ناتانیان براندل و دایر ویان و همچنان اکارتوله و اینها میگه که مشکلات اساسی یا شما اگر میخواین ببینین تماما مشکلات 80% در داخلتان است. وقتی که شما با داخلتان به آشتی آمدین، در بیرون شما نیازمند و قدر مسائل نیستین. به میخاطر عرفان ما هم درونگرایی را و خودمحوری را گفتن، البته یک خلط نشه که بعض وقتا
خودشناسی به خودبینی یا خودبزرگبینی نه انجامه که او باز شکل منفیش است که در اون مورد هم صنایع و هم دیگران نقد کردن. خب پس در مجموع ما میتونیم بگیم که بحث هایی که در درون و داخل آدمی موج میزنه هم عرفان و هم روانشناسان امروز به او پرداختن. یعنی مکتب لوگوتراپی هم است که میگم من به گذشته و آینده فرد کار ندارم، من به امروزش کار دارم و میبینم که به معنای زندگی به یک فرد چی است. به هر فرد معنای زندگیش با فرد دیگه تفاوت داره. یعنی به اندازه آدمای دنیا معنای زندگی پیش افراد متفاوت است. میگم من اونو رو میکشم، پیش یک فرد شیر معنای زندگی است، پیش یک کس مسائل زیبا شناختی، هر مسئله دیگری که شما میبینین. بنابراین شما با او تابنای بزرگ عرفانی و آمدن به این جهان پرتلاطم و در کنار از مسائل روانشناسی را اگر یک تلفیق داشته باشین میتونیم یک جامعه، وقتی فرد اصلاح شد جامعه به طبع اصلاح میشه. چطور میتونیم آقای روین یک نسل که این تعریف ها را در خود میتونه بپرورانه نظر به موضوعات پس زمینه های فرهنگی، اعتقادی، مسائل سنی، چطور میتونیم پل را بین این نسل و نسل به اصطلاح معنویت و عرفان راه گم کرده سرسامه که در امی فضای لایتناهی رها شده که در ناکجا آباد میره، چطور میتونیم این پل ارتباطه که هم از زبان ما اینا دور هستن، هم از کلچر فرصت دارن و هم فرصت تنگ دارن. ای اگر در ما ختم شوه خوبی اثر است و اگر از ما انتقال بیافه، راه مؤثر انتقالش به کدام زبان و به چی نحوه میتونه ایر انتقال بده؟ یکی از موضوعات که ما در مقدمه کتاب سردگر رمز اسرار معنوی گفتیم، به می خاطر خدا گفتیم که من واقعا نه شاعر هستم نه شعر شناس هستم. اگر شما بگین چرا آمدین سر از این تعاملات تان نشته کردین، من میگم این عیناً به مانند از این است که شما از کتاب مقدس برداشته تان میگین. یکی است که شما به متن میپردازین، اون کار کسانی است که در اون فن دارن، مثلا متن ادبی اگر باشه، متنای دینی باشه. ولی به شکل که شما سوال کردین چطور یک جوانی که امروز سر برآورده و بیشتر در این طرف آبها بزرگ شده، این عرفان چی مفهوم برش داره؟ به مو خاطر من اینجا ذکر کردم که هر دیده که ما داشتیم او مبتنی است بر زندگی سیستم و برداشت ما، و به تعبیر مولانا هم همین سال چرا مولانا در مغرب زمین خیلی مورد استقبال قرار گرفته، قرار باشه که ما پیشینه‌ش در کشور خود و در اون خطه باستانی ببینیم، چرا کسی که مثلا کانادایی باشه یا اروپایی باشه چرا به او میپردازن؟ به خاطر که پیام های از اینا خیلی مهم است. یک بخشش بخش اونو فنیش است، کلامش است، اعجاز کلامش است، یک بخشش پیام هاست، حکمت هاست. و دقیقا در این کارهایی که ما کردیم مطمع نظر من می بوده که ما پیام ها را چطور برملا بسازم. حالا جوان امروزین اگر به این فارسی می دانه می تانه از برداشت کنه، و حتی اگر فارسی نمی دانه خوشبختانه تماما کتابایی که مثلا مثنوی و حدیقت الحقیقه اینا ترجمه شده. مهم هم نیست، بعضی میگن که او شیرازی اصلی را که زبان فارسی داشته او را انتقال نمی کنه. من موافق او نظر نیستم. شما وقت پیام ها را می گیرین، چرا پیام های مولانا در دل یک امریکایی، در دل یک کانادایی، در دل یک افریقایی می نشینه؟ چون پیامش پیامای انسانی است، با خود انسان معنوس است. حالا جنریشن امروزی ما هم میتونه از این استفاده کنه، و یکی از تلاش‌های اصلی واقعا در این چیزی که من اشتباه کردیم بدون ادعا، تنها ادعایی که من کردم میتونم اینه، این بحث است که من اینه میره آوردیم که شما به او یک سبک و سیاق نباشین. مثلا من مفسر باشم، مفسر شعر، شما بیاین تنها به او چیزایی که من باور دارم شما به او بپردازین، واقعا را به جای نمیکشین. چون این از تجربه سیستم است، هر کس از کتاب مثنوی معنوی و حدیقت الحقیقه سنایی میتونه برداشتای خود داشته باشه، و هر برداشت هر کس هم برش محترم است، چون خودش خود معنوس میدونه. بنابراین به نظر من عرفان کلاسیک یا شاعران ما کنار استردن به درد روزگار کنونی ما هم امیدوار استم یک روز امی آثار شما و آثار بزرگان دیگر مثلا مولانا جهان شمول شده بس. اما هنوز پله های شناخت صنایع بزرگ به اون زبانی که مولانا بر غرب معرفی شده هنوز نشده بس. هنوز مولانا جامی نشده. بنابراین فرصت عزی هست که ما یک گزار یک ترجمه به زبان بین المللی
سراغ بکنیم. ما همیشه این را در مجالس گفتیم که برای ما بسیار درد بخور است، برای ما بسیار حیاتی است، اما وقتی از دروازه میبراییم اگر آثار ما در درون خانه خواننده نداشته باشد، ما از بیرون خانه چی توقع خواهد کردیم؟ بنابراین آثار باید خواننده بیرون دروازه را زیادتر جلب بکنه. که امیدوار هستم این آثار یک روز با کوشش کسی بتانه زیور ترجمه را به خود بگیره که این واقعا بر ما بسیار حیاتی است. و همیشه اندیشه همی بوده، تاریخ نوشته شده، تاریخ ها نوشته شده، نسل امروز اما پسری که مورخی که کتاب نوشته کرده پسرش کتابش را نتانسته بخونه. این مانده برای تاقچه ها و برای فروشگاه ها و که اگر کسی هم سن و سال نویسنده او را بخونه دیگه خواننده و علاقه من نداشته. از این خاطر خواستم که زیادتر امی عرفان ما و عرفان کلاسیک ما و امی موضوع روانشناسی را که شما رب دادین که ما زیاد رنگ میبریم. ما مثلا جوان خود قضاوت نمی کنم بحث روانشناسی را داد، ولی سر میان سالهای مثل شما میان سال نیستین، جوان هستین، برای کسای بزرگ سال مثل ما بعض سرخوردگی های خاصی محیط مطرح است. ما هر وقتی که امی حالت سر من میایه، ما اگه یک شعر مولانا را میخوانم، ما یک شعر حضرت سنایی را میخوانم، یا از جامی را میخوانم، یا از خواجه انصار را میخوانم، یک حالت دگرگونی روانی برای ما رخ میده. فکر میکنم آیا بچه ما میتونه امی حالت را کسب کنه و بگیره؟ برای چی که نمیفهمه. ما وقت ترکیه رفتم زبان مولانا را ترک نمیفهمه. این شیرینی الفاظی که مولانا به او سخن گفته ترک نمیفهمه. از او خاطر بحری و قدری که ما و شما داریم اونا ندارن. دیگه امیدوار هستم که شما عشق مولانا را با شمس چی تعریف میکنیم؟ امروز عشق که میگن، رابطه که میگن، این بحث علایده است. او روز او تعریف میگذاریم به جای خود. امروز اگر جوان اگر میبینه که مولانا با شمس عاشقانه خلوت میکرده که حتی رشک خاتون خانه را هم برفت شد و با ولد هم به این رشک برده بود که تا نیمه های شب خلوت میکنین چی میگین و ما از کل زندگی مانیم، امیر امروز این عشق را از دید امروز همین رابطه مولانا با شمس چی تعریف میکنه؟ بله بسیار یک سوال کلی هم هست و جالب هم هست. شما در عرفان کلاسیک پیش همی بزرگا شما مفهوم عشق بسیار کلان میبینین. همون شکل که من در ابتدای عرایز خود خدمت شما عرض کردم که عرفان عاشقانه ی عارفانه با سنایی بزرگ شروع میشه همی گپ هست و خود وقتی که مولانای بلخ پیرو رای سنایی میدانه دقیقا بیشتری نداره نمی مورد است. حالا به می خاطر به خاطر که سوالتان جواب بتم فقط مکس کوتاه در مو عرایس ابتدایی تان میکنم که جوان امروز چطور استفاده کرده میتونه، به مو خاطر کتابایی که من نشته کردیم شما در این شکل تطبیقی یا مقایسه ای رو میبینین. در هر دو کتاب شما تمام قد مولانا رو میبینین، مولانای بلخ، مولانا جامی عطار و همچنان سویه های فلسفی و روانشناختی در او پررنگ است. به زبان امروزین این گفته شده به خاطر که خواننده امروز باید به مو کلمات و یا پرداز هایی که میشه برش معنوس باشه بدانه. این به خاطر مو عرایز قبلیتان و به خاطر عشق شما میدانین که عرفان عاشقی یک قدمت به قدمت عرفان ما داره و به قدمت شعر ما داره. حالا به بحثایی که مختصن اگر ما به مولانا بیاییم که چی نوع عشق داشت، مولانا از جمله کسایی است که عشق رومانتیک هم مد نظر داشت، یعنی عشق زمینی را و عشق متعالی طبعا مطمع نظرش بوده. تماما این شاعران و عارفان ما معمول مفهوم عشق به مفهوم کلی میدیدن و به خاطر همین رمگه عشق قبل مولانا به سان ایمان بیان میکنه، یعنی چه؟ یعنی تعریف نشده نیست، یعنی در زبان نمیایه، بلکه ای چشیده نیست. با ذوق و ادراک شما میتونین عشق به دست بیارین. حالا عشقی که مولانا با شمس داشت و شمس آمد مولانا را، فقط شمس کاری که به مولانا کرد فقط مثل یک چیزی که مشتعل باشه، یک جرقه بسیار کوچک به او وارد ساخت و مولانا پر بود.
شما میدانید زمانی که اولین برخورده که مولانا و شمس داشت روایت های مختلفی است. یکی از روایت های شمس که میایه وقتی که شمس وارد میشه در درس که مولانا از پدرش او را گرفته بود، یک فقیه هم فقاهت میفهمید هم علم داشت، وقتی که میایه کتابایش میگیره پیش روی میندازه در حوض آب، بعدن مولانا بسیار سراسیمه میشه میگه که چی کردی ای پیرمرد، این کتابا را انداختی، اینها بیشتر از پدر به من به ارث رسیده که اینها پیش من ارزش داره. بعدن باز دست دراز میکنه و کتابا را میکشه. البته سویه های به حساب اخلاقی و حکمیش شما مد نظر بگیرین، حالا نمیچسبیم به او ظاهرش که واقعا از آب کتاب بدر میاد، یعنی چون با عارف کسی که امروز زندگی میکنه این مفاهیم کمک مفاهیم غیر متعارف است، به زبان غیر متعارف. بعدن مولانا وقتی که شمس کتابا را در میاره از پیش میپرسه میگه خود چی داری از خود؟ مولانا اونجا یک شوک واره میبینه، میگه واقعا اگر کتابا نمی بود من چی بیودم. بعدن اینا میدشینه در خلوت خود، کاری که با غزالی هم شد، از غزالی نقل است یک کاروان میرفت کتابای خود همیشه میبرد کت خود، دوستا میاین پیش روی غزالی رو انتقرار میگیره، از غزالی کتاب هاست، کتابایش هم میگیرن. بعدن غزالی میگه من از دنیا هیچی ندارم، هر چیزی که دارم این عبا و قبای مرا بگیرین، خونو یک چند جلد کتاب مرا به من بتین. دوست برش میگه که وقتی که یک عالم مثل تو متکی به او کتاب باشه دیگه شما خیلی علم از کجا دارین؟ از امروز امام غزالی یعنی واقعا همه چیز در حافظه میسپرد، تماما کتابای خود، یعنی او چیزی که میگفت دیگه در اون صفحه فکری خود جای داد. شما میبینین این بارقه ها گاهن از افراد مجنون و دیوانه آمده، سنایی هم قصه ایش است که وقتی میرفت یک قصیدی بسیار غرای را به پادشاه بره و پادشاه سایران میرفت در هند کشورگشایی کنه، وقتی که میره به گلخان میرسه از امو کسی که مجذوب بود دیوانه بود و لایخار رو را میگفتن، امو درد شراب آخریشه معمولا مینوشید و در او قسمت گلخان زندگی میکرد، میشنوه میگه که ندا میشنوه میگه که با موساقی خود میگه پر کن قدح به کوری چشم سلطان. البته این روایت از جامیست در نفحات الانس. او میگه اما خود ساقی میگه که سلطان یک مرد بزرگی است، میره کشورگشایی میکنه، دین گسترش میده، میگه نه او مردک ناخوش از جایی را که به دست ناورده تحت حکم خود ناورده عدالت نکرده میره جای دیگر. باز بعدن میگه خاطر وقت تاله کلام، بعدن میگه که پر کن به کوری چشم سنایی شاعر، البته کمک الفاظ رکیکتر استفاده میکنه. باز او ساقی میگه سنایی یک مرد بسیار محتشم و ایناست، میگه نه اگر سنایی مرد محتشم بودی به فکر میرفت که او را خداوند به او خلق کرده، نه به این کارهایی که برم مدداهی کنه. از امور روزی دگرگون میشه. میبینین دگرگونی در این بزرگان ما به انواع مختلف بوده، به یکی با شمس مواجه میشه، یکی با یک لایخار و دایم الخمر، یکی با یک دوست. البته اونها پیام هایی است که میگیره در یک جرقه هایی در جرقه ها یا برقه هایی در زندگی ما هم تماما انسان ها گاهن درهای گوشیده میشه، باید ما او آوازها رو بگیریم. اگر او آوازها رو نگرفتیم خسران هستیم به مو خاطر واقعاً. در دین واقعاً. همه هست میگه شما فکر میکنیم یک 4-5 دقیقه دیگه داریم. من صرف یک سوال کوتاهی که البته بسیار جامع و دنبالدار هسته، چون بحث روانشناسی رو شما مطرح کردین، همین جوامی پسا جنگ که معروف است، همین ما هستیم و ما با یک سلسله سرخوردگی های روانی، با یک سلسله مشکلات روانی، با یک سلسله شکست و ریخت های روحی مواجه هستیم. آیا گاهی سر از این موضوع فکر کردین که اولی تحلیل و تشریح شوا و بعض راه بیرون رفت اگر از دید شما و ایسی یک کارشناس روانی چی امکانات موجود است؟ بله، تشکر از سوالتان. خوشبختانه من قبل از اینکه در عرفان به این شکل دقیق در آیام و یادم وارد روانشناسی که اخیراً ما در سای خود شروع کردیم، ما پیشینه بسیار دراز آهنگ در مسائل سیاسی داشتیم و در وزارت امور خارجه کار کردیم و خوشبختانه کتابی همینجا آوردیم خدمت شما تقدیم میکنم که موانع و چالش های دموکراسی در افغانستان. این بحث سیاسی را بعدا در یک برنامه سیاسی میمانیم، فقط به سوالتان من میایم و در اونجا اون مقاله ما در تایی یک کتاب چاپ شده، موانعی که شمرده شده کشورهای پس آجنگ چطور میتونن مثلا به مو آرامش برسن. ما 40 سال جنگ سپری کردیم، یک شبه نمیتونیم ما به او برسیم. بس صلحی که ما در پیشروی داشتیم بس ما سیاسی نشه، به می دلیل بود. و ما پایان نامه
حقوق و روابط بین الملل که در افغانستان خوانده بودم، پایان نامه من به سبب حقوق جنگ در روابط بین الملل بود. تا شما مؤلفه های جنگ و دربدری و بدبختی را در کشور ما هم از نظر سیاسی، هم از نظر روانشناختی و هم از نظر جامعه شناختی بررسی نکنین، مشکل است که شما یک نسخه بسیار خوبی بپیچین. به خاطر به نظر ما کشورهای پسا جنگ متاسفانه زمانگیر است کارا، و به می خاطر به نظر ما از این که ما بیشترین مباحث سیاسی و میزگردا در داخل کشور در سوشل میدیا داریم، اگر یک کمش اختصاص داده شود مثل تلویزیون امید 24 دو سه برنامهش نقش خانواده و مسائل اجتماعی و روانشناسی دوستا کار میکنن، بسیاری را پسندیدم. حالا ما کمک از بار سیاسی کاهش بتیم، بیاییم در بارهای فرهنگی و روانشناختی، چون کشورهایی که در جنگ هستن از نظر روانی اینا صدمه بیشتر دیدن و اینا کار زیاد میخواهیم. ما کارشناس روانشناسی به مراتب بیشتر ضرورت داریم تا کارشناس سیاسی. و یکی از کسایی که خودم اصلا شفت کردیم این مسئله رو بمیداریم، من دوست دارم که در این کشورم، چی در اینجا باشم چی داخل کشور، از این دیدگاه یا از این دریچه خدمت کنم. و این دریچه واقعا نیاز است. نیاز نیست جامعه ماست، از فرد ماست، از خانواده ماست، کلی ما. منتظر امی بخشایی که جناب روین گفتن هستیم و بحث روانشناسی، خانوادگی و بحث‌های سیاسی را در آینده آقای روین وعده سپرده که همکار امید 24 باشه. قبل از ختم برنامه به اطلاع برسانم که انجمن ورزشکاران آنتاریو به تاریخ 18 اکتبر همایش بسیار بزرگ سرتاسری را که زمینه های نمایشات بسیار مقبول سپورتی هست، فقط تکت در بغل در مدل $20 که شامل دو خواننده بسیار پرآوازه و سرشناس، اجمل جان ایمل جان زاخیل و عامد جان جلالی است که $20 و فکر میکنم تنها غذا و نان خواهد بود. کمک کنین، علاقه بگیرین. تاریخ 20 اکتبر در 346 کینگستن رود، یعنی مرکم و کینگستن رود، اوسیس بانکویت هال فکر میکنم، که در همین هفته بعدی داود جان جلالی و حاجی صاحب صمیم هم مصاحبه در امید 24 دارن که مفصل باز از اونا خواد شنیدیم. جناب روین، از شما یک عالم تشکر، ممنون شما. وایق آثار این 45 دقیقه کافی نیست که ما به معرفی شما بپردازیم، اما بسیار خوش آمدین به تورنتو. امیدوار هستم خوش بگذره و امید 24 برنامه نوبهار در خدمتتان هسته، دوستای دیگه هم هست. امیدوار هستیم به زودی بتانیم تی یک کنفرانس حداقل میز مدور این بحثا را دنبال بکنیم. در خدمت هستم. چیز آخری اگر گفتگی باشه در خدمت هستیم. سپاس و تشکر از آقای فرمولی و همکاران نهایت گرامیشان که در این مقطع زمانی و با این مشکلات چنین تلویزیونی وزین امید 24 باشه را انداختن که هم در بخش فرهنگی اجتماعی کارهای میکنن قابل قدر است. و من خوشحال هستم که امروز من در اینجا هستم و این وعده را میسپارم هر آن چیزی که در توان ما باشه من در خدمت شما هستم انشاءالله. و این امید که همو معنای زندگی هم من بیشتر تعبیر کردم به امید تمام افغان ها مبدل میشه و خانه امید تمام افغان ها انشاءالله میباشه. تشکر شما. ممنون. سلامت باشید.